درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. سیتا قاسمی، یک تن از آوازخوانان مشهور و پر آوازه کشور، در سخنان تازه میگوید که با محبت و مهربانی یک جوان آلمانی را مسلمان ساخته و وی رسما به اسلام رو آورده. امروز خوشبختانه یکی از دوستای آلمانی ما مسلمان میشه بخیر، برای تمام اگه تبریک میگم. جزئیات تازه این ماجرا چیست و این هنرمند مشهور کشور چگونه توانسته است تا با هدیه محبت و مهربانی این جوان مسیحی را مسلمان سازد؟ اگر میخواهید تا از جزئیات این موضوع و همچنین از فعالیت ها و برنامه های تازه سیتا جان قاسمی آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن، جهت حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک و دیدگاه ارزشمندتان را در قسمت کامنت ها با ما و همکاران ما در میان بگذارید. سیتا قاسمی از هنرمندان مطرح و پرآوازه کشور که همکنون در آلمان زندگی می کند در سخنان تازه گفته است که یک جوان آلمانی را مسلمان ساخته و این جوان رسما به دین اسلام پیوسته است. وی می افزاید که او و خانوادهش در یکی از مساجد آلمان رفته و این جوان و خانوادهش نیز در آنجا حضور یافته و دوست آلمانیش رسما به دین اسلام مشرف شده است. از مساجد کشور آلمان ایجا هستیم امرای فامیل. امروز خوشبختانه یکی از دوستای آلمانی ما مسلمان میشه بخیر. سیتا قاسمی خطاب به مردم افغانستان میگوید که آنها باید دیدگاه و نظرشان را در مورد هنرمندان تغییر دهند و آن این که هنرمندان را به عنوان افراد نامسلمان و بی‌بندوبار تلقی نکنند. این هنرمند سرشناس و پرآوازه کشور می افزاید که هنرمندان نیز مسلمانند و آنها به دین اسلام پایبندی و علاقه دارند. ما الحمدلله مسلمان هستیم، تمام هنرمندان مسلمان هستند و کسایی که آواز میکنند و هنرمند هستند اونا را نمیدانی که خدای نخواسته کافر خطاب کنی. گفتنی است که پیش از این نغمه یک تن از آوازخوانان مشهوری دیگر نیز از نماز خواندن و مسلمانیش گفته بود و افزوده بود که او زندگی را به شدت دوست دارد و علاقمند است تا 100 سال دیگر زنده بماند. وی افزوده است که از زندگی به شدت لذت می برد و هر لحظه زندگی را برایش به خاطره های زیبا و فراموش ناشدنی تبدیل می کند. به گفته نغمه او از نماز خواندن نیز لذت می برد و دوست دارد تا نمازهایش را در سر وقت بخواند و انجام دهد. در نماز می شنم، نماز خدا یک 2 رکعت می خوانم خاطره خوش. سیتا قاسمی که دارای بنیاد قاسمی و ایجاد کننده چندین مکتب در افغانستان می باشد نیز گفته است که مسلمان است و به دین اسلام پایبندی و تمایل دارد. وی افزوده بود که یک بار سلمان خان، یک تن از چهره های مطرح و سرشناس هندوستان، از وی دعوت کرده بود تا در یکی از فیلم ها با وی کار کند. اما به دلیل اعتقادات مذهبی و خانوادگیش حاضر نشده تا در این فیلم با وی کار کند. یا جانم نشان بدم فامیل خود، از خاطر خودم میتونستم لباسای برهنه بپوشم. نکته بسیار جالب و مهم که سیتا جان قاسمی در سخنانش به آن اشاره کرده است این است که وی چگونه توانسته است تا دوست آلمانیش را مسلمان سازد. سیتا در این مورد اما میگوید که او توانسته است تا با محبت، مهربانی و قدردانی وی را مسلمان سازد. گفته می شود که این دختر جوان آلمانی کرن نام دارد و 28 ساله و یکی از تاجران موفق آلمان است. سیتا قاسمی میگوید مسلمانان که به دنبال مسلمان ساختن مردم جهانند و حتی میخواهند تا مردم در کشورهای اسلامی مسلمان و پابند اسلام باقی بمانند، باید خودشان روش دعوتشان را تغییر دهند. وی با کنایه به طالبان گفته است که با خشونت، تهدید و زور نمیتوان مردم را با اسلام علاقه‌مند کرد، بلکه با مهربانی، لطافت، محبت و صداقت میتوان دل مردم را گرفت و آنها را به خود وابسته کرده و مسلمان نمود.
که را به دین اسلام تشویق میکنیم و یا به مهربانی تشویق میکنیم، او را نمیتانیم به زور، به جنگ، به کشتار او را بدیم. این گفته ها و اقدام تازه سیتاجان قاسمین در حال صورت میگیرد که حتی گفته های وجود دارد که خود وی نیز بارها از سوی مخالفانش و از جمله پدر دو فرزندش به خروج از اسلام متهم شده است. شوهر قبلی وی به دنبال جنجال ها با سیتا قاسمی وی را متهم کرده بود که همین که پا به خارج گذاشت دین و فرهنگ خود را رها کرده و مسیحی شده است. سیتا اما این گفته ها را نادرست عنوان کرده و افزوده است که او مسلمان است و به اسلام پابند می باشد. گفتنی است که سیتا جان قاسمی کنسرت های زیادی را برای افغان ها در کشورهای اروپایی برگزار کرده و همکنون نیز به شدت در حال کار و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های تازه و کنسرت های جدید می باشد. وی می گوید که افغانستان و مردمش را به شدت دوست دارد ولی از رهبران قبلی به شدت متنفر و بیزار است. وی با گریه آنان را خائن خطاب کرده و گفته است که آنها به افغانستان خیانت کردند و مردم را به چنین حال و روز انداختند. وی برخی از رهبران قبلی که خیانت کردند را گفته است که شما به مادرتان که وطنتان می باشد خیانت کردید و فردا روز در برابر وجدان مردم و خداوند پاسخگو خواهید بود. شما وطنتان که مادرتان است به دست مزدورای بیگانه فروختید. واقعا اگر وجدان می داشتید از شرم او می شدید. سیتا قاسمی اما نگران مکاتب است که به گفته خودش سالها برای ایجاد آن زحمت کشیده و خون دل خورده است. وی می گوید که این مکاتب را در چندین ولایت دوردست ایجاد کرده و زحمات زیادی را در این راه کشیده است. وی علاوه کرده است که دوست و آرزو دارد تا با رسیدن سال جدید دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بازگشایی شوند و آنها بتوانند در مکاتب و دانشگاه ها حضور یافته و به درس و تحصیلشان ادامه دهند. سیتا قاسمی می افزاید که بدون علم و تحصیل مردم ما همچنان قربانی خواهند بود و همواره از سوی دیگران فریب خورده و به وسیله برای دیگران تبدیل خواهد شد. بانو سیتا قاسمی از تمامی مردم و جوانان می خواهد تا به کار و تحصیلشان ادامه دهند و از راه های ممکن باید به تحصیلات و دانششان بیفزایند. گفتنی است که به دنبال سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر کشور ده ها هنرمند و آوازخوان از طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب را باز کنند و به زنان و دختران اجازه دهند تا به مکاتب و دانشگاه ها رفته و همانند زنان و دختران مسلمان دیگر درس و تعلیم کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از شما هم سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه های بعدی، الله نگهدار.